قربون زن قشنگم برم الهیه. وای ای فولی با من لجبازی نکن بعد میبینی ها. صد دفعه گفتم من از تو لجبازترم، بی خودی هم دور بر ندار، باید تو شهر کار کنی و هر شبم تو خونت باشی، میفهمی؟ بگیر ضعف یکی نا بخوره تو مغزم فرقم دونه میشه به درک. خیال میکنی فقط خود بلدی بزنی؟ پس چی؟ پس بگیر. چرا در رفتی؟ چی بود شکست؟ همون دیز پشکلیه بود، جدابات هم نمیتونه بند بزنه. راست میگی. وای خدا مرگم بده، دیست نازنینمون که سر جازی بود شکستی، الان بهت حالی میکنم. بیا مامان چراغ نوعی که واسه ماشین بهش خریدید بده من. اینا چراغ ماشین نشکنی نشکنی جون من نشکنی. بابا من یه تازه دیشب خریدم 60 تومن. جهنم مرگ من نشکنی. این یدکش پیدا نمیشه دار جون من نشکنی. چراغ شکستی؟ حالا منم بهت نشون میدم یه ماما چقدر کره میده. با بسته دیگه، با دو دقیقه تش بس موافقت بکنید تا من تکلیف زندگیمو معلوم بکنم. موافقی؟ تو چراغ به سر جاش باشه. تو هم با رادیو رو به سر جاش. لباسات رو هم بپوشین، زود بری مدرسه دیر شده. یالا بجنبید. زن آخه تو با این بهونا چی بخوای ثابت کنی؟ حرف حسابی چی چیه؟ مگه زود اول نمیدونستی من شغلم رو نگه؟ چرا میدونستم، اما نمیدونستم که میری و هفته به هفته تو خونه پیدات نمیشه. ضعیف آخه چرا نمیخوای بفهمی؟ من شب و روز تو کوچمر میرم واسه خاطر شما جون میکنم پول درارم، یه خورده عقل داشته باش، اینجام که خالیه. ببین رحمت، رفتار تو باعث شده که بچه ها اخلاقشون به خودت بره. خدای این چه سرنوشتی بود که من داشتم، الهی ذلیل بشه اون که این لقمه رو گرفت و گذاشت دست من. الهی قلم دست اون داداش کله پزت بشکله که دست تو رو گذاشت دست من. چی؟ به داشت قلوم من بد میگی؟ پس چرا هر وقت چشم تو چشم اون میفته؟ مثل موش دنبال سوراخ سنبه ها میگردی؟ من؟ من میترسم؟ من از داشت قلومت میترسم؟ قلومه چی هست که من ازش بترسم؟ اگه اون کله پزه و گاکش و کارد سلاخی داره، منم رانندم و جک دارم، همچی میزنم تو سرش که خوبه. اگه راست میگی الان این حرفا رو برو در دکونش به خودش بگو. خب حالا ناز نکن، بیا این یه بناگوشم کوفتت کونا بگو چه خبری شده. همینجوری که نمیشه، خبر دست اول خرج داره بابا جان. ته خودت داداشی صبح تالا دارین ناشتای مجانی میخورین بس نیست. بیا بیا این یه دو تومنم بسونو بگو چه خبر. آخه خبر دو تومانی نیست، ده تومانی، اما چون شما مشتری دائمی هستی 5 تومن. لا اله الا الله. لا خب بیا جونم این 5 تومنو بگیر. حالا دیگه حرف بزن. میدونی داشتم تو کوچه میامدم جلوی خونه همشیرت که رسیدم، صدای آقا رحمت شوهر خواهرت رو شنیدم که میگفت که چی چی میگو؟ اصلا ولش کن بابا. چی رو ولش کن؟ راستشو بگو ببینم چی چی میگو. هیچی، داد میزد که اگه داشت غلام کله پاچه و کارد سلاخی داره، منم جک دارم، همچی میذارم تو سرش که رو زمین پهن بشه. عجب رحمتی به همشیره ما میگو. بله من یه داشت غلام دارم که هیچ وقت کلا سرش نمیده، اون یه محله رو حریفه، تو چی که شکر خود خودت یه دست کت شلوارت. اینقدر به داشت غلامت نناز، میخوای این دفعه جلو خودت سیبیلاشو دود بدم که دیگه به سیم داشت غلامت نزنی؟ تو ارزشو نداری. حالا می دارم، خیلی خوبم دارم. آبا تو خونه؟ بله داداش بفرمایی تو. داشت غلام هم اومد، حالا اگه جرعت شو داری نفس بکش. داشت غلامت یه مخلص دارم اونم خود من. سلام داشت غلام. سلام آقا رحمت، خوش اومدید. حالت چطوره؟ قربون شو. خیلی دلم هوا تو کرده بود. منم همینطور. چت یه خونه؟ خیلی وقت دست دیده بودم ادا. الان داشتم با آباجی فرد دو ذکر خیر دونو می‌کردم. جون تو. میدونی که من چقدر دوستت دارم. این آقلا. قربون تو چی بر خار برم؟ قربون تو برادر زن برم. آتی افتم کجا؟ افت جون داشت غلام دون بدم. سلام داداش. سلام آتی افت. حالت چطوره؟ قربون شما. نکنم توی این خونه یه خبرهایی بوده. این ظرف و ظروفا رو کی شکسته؟ تابلو چرا شکسته؟
این اسلحه سرد مالی کیه؟ چیز نیست داشت غلام، مال بچه هاست، بچه ها بازه میکردن زرن شکستن، فدای سر عشق. ببینم نکنه خود اون شکستن را گردنی بچه ها میندازین هم آبی؟ بگو دیگه چرا حرف نمیزنی، چرا لال شدی؟ خب شکستن که شکستن، مگه میشه بچه ها را کشتشون؟ بچه هم بازه میکردن افتا شکست، حالا رفتم مدرسه. بالاخره ما آدم نفهمیدیم تو این خونه چه خبرای بوده. جون تو آب از آب تکون نخوردس. من عفت درست مثل سگ و گربه داریم زندگی میکنیم، فقط گاهی وقتا شیطان میره تو جسم عفت و بهونه بی خود میگیره. آره آبا جی نبینم دیگه دو مادی من اذیت میکنی یا آقا رحمت بهترین شوهر دنیاست. قربون آدم چیز فهم برم الهی. شوهر خار نبینم یه وقتم تو رو زیاد بکنی یا با آبا جی ما بلند حرف بزنی یا اون وقت بدونی که سر و کارت با کیه؟ میدونم کی جرأتش داره داش غلام، اونم زنی که یه داداش بی کلمه تو داشته باشه. اتفاقا بیا چند تا کله برات اون آوردم. بیا آبجی کله پاچه ها رو بذار بار برای فردا صبحی به چای که بخورن. حیف که من نیستم بخورم. چی تو میگه باز به سلامتی راه مسافرتی؟ چیکار کنم؟ باز زنه بشه نون داد. میدونی داداش چیه؟ من و رحمت برای همدیگه میمیریم، فقط اختلاف ما سر این است که من چرا میرم بیابون. بی خود ببینم آبادی معطلی چی هستی؟ برو قرآنو بیار که آقا رحمت از دلش رد بشه، یک کاسه آبم بریز پشت سرش که زود برگرده. آخه داداش گوش کن ببین من چی میگم. آخه بابا این نه رو حرف داش غلام حرف نزن، فرمودم برو یه قرآن ورده بیام از دلش رد بشم. دیگه چی فرمودی؟ یک کاسه آبم بریز، یک کاسه آبم بریز پشت سر من. ده برو دیگه قربون خدا برو برم برو عزیز زیر من چنگره ببرم برو. تو قدش غلام مرگ دیرم شد باید حج زوته برم. قربون تو برم، خداحافظ. برو به سلامت دست علیم به هم. قربون شما، خداحافظ شما. خداحافظ. دیدی بالاخره داشت غلام بودم هیچ غلطی نتونست بکنه. الهی این قرآن به کمرت بزن، اگه تو بیابون بزنه دیگه نگاه کنی. نگاه نکنم ممکن نیست، هر چی ببینم نگاه میکنم، به کوری چشم شغلم که ببینم نگاهش میکنم. فهمیدی؟ نفهمیدم. شما دو نفر چی دارین به هم میگون؟ هیچی داش غلام، ذکر خیره دست ته؟ بازم ذکر خیری منه؟ آره به مرگ تو افت داره قرون صدقه من میره، منم دارم پیش مرگش میشم، ذکر خیره تو به باری کلا. من وقتی عشق و علاقه رو میبینم اما حوث میکنم بعد از اون زنی مرحومی خدا بیامرزم یه جفت زن دیگه بستونم. ای شالا داشت غلام، خداحافظ. به حفا آبجی ده همیت نده که همش دروغ آب دبنی نیست. آبجی جون صلاح نیست بعد از هفتش سال شوه داری با هم اینطور رفتار بکنین دا. آخه داداش نمیدونی تو قبل از اومدن تو چه بلایی به سر من آورده؟ تمام این بشقابا رو تو سر من شکونده، هر چی که دلش خواسته پشت سر تو فوش داده. پس چرا زودتر نگفتی تا با این چاقو دامندار گوش و دماغش رو ببرم بذارم کف دستش؟ رحمتی شوهری تو هنوز عقلش قد نمیده که داش غلوم برادر زنش چه آدمی تقص و بی کله. رحمتی میگفت اگه داش غلومت بیاد اینجا سیبیلشو دود میدم. سیبیلای منو دود میده؟ آره. میگه سیبیلا من اسپند است که دود میده. الان حالیش میکنم. کجا داری میری؟ هیچ جا، میخوام پرتقالمو پوست بکنم. سر کله میزنه. خب منم سر کله میزنم. منتها با بدبختی، با زندگی، با دردی به درمون. به خدا اگه به خاطر به چام نمود یه قدم شهر پام بیرون نمیذاشتم. ببینم این خانم خیلی عجله داره. آره. میگفت یه موضوع حیاتیه. خب اگه حیاتی به معاملات ملکی رجوع کنه. بیا بگی برو آقا رحمت، شوخی هم نکن، هم پولش خوبه هم مسافرش. نه برای پولش میرم نه مسافرش، برای دیدن اصفهان شهر خودم میرم. بده بینم. بیا چمدونو بگیر از تو ماشین. عجب حیات قشنگی است. آدم دلش نمیخواد از این حیات جون بخوره. یالا دیگه زود باش، اینقدرم حرف نزن. چه مسافر بد اخلاق بود. سوارشی. من که گفتم اون که با شما میاد مسافرت من نیستم، خانوم منه. پس شما با این ساق و سم خانم خونه نیستی؟ نه خیر. خانم اومد. ببینم شما راننده من هستی؟ بله البته راننده موقت. چی تو میگه؟ عیبی دارم؟ نمیش کنید آقا، من یک آدم حساسی هستم، باید در رانندگی خیلی مراقب جمع باشی. بنده در اختیار شما، به من بفهمون تون برو تون میرم، بفهم یواش برو تون میرم، هر جور دلتون خواست تون میرم. متشکرم.
خب دیگه را بیفتیم. چشم بفرمایید. فقط قبل از حرکت اجازه بدین برم به خونه اطلاع بدم که دو شب نمیام. اشکالی نداره بفرمایید. اوه خیلی مواظب خانم باش، فهمیدی؟ بله. همون چی مواظب خودت باشه. ببینم خانم در یخچال قفل کردن؟ نه، چطور؟ هیچی، یه رحم به این شکم بکن. میترسم خدا نکرده بپکی. خانم با اجازه، خونه من همین پشت است، میرم میگم و میام. سلام آرام. سلام صمدی. برو یه کنه بکش رو شیشه تمیزش کنم. برو. پس حق حساب چی میشه؟ برمیگرم بهت میدم. بسوش تو ماشین و تو رو با غریبه میبینم صدا به در میاد، تو رو با غریبه میبینم صدا به در نمیاد. برگرد برگرد پشمون میشی آخر. به 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 چشمم روشن. آقا رحمت عجب تیکه تو ماشین نشونده. اگه این موضوع رو برم به زن آقا رحمت بگم یه ده تومنی کاسب میشم. خوب مثل این که الحمدلله مسافر به تورت نخورده و برگشتی. چرا اتفاقا خوردست؟ خوبشم خوردست. یه دربسید دارم که باید برم اصفهان برگردم. چی اصفهان؟ آره اصفهان که دیگه عیبی نداره. باز قوم و قشام میبینم، اگه پیغومی هم برای مادر داره بگو تا بهش بگم. اگه دلت میخواد فقط یه چند روزی بیاد تهران. چی؟ مادر بیام تهران بعد از زندگی با هم بزنه؟ من هم چه غلطی نمیکنم. خیلی خب پس منم باهات میام اصفهان. کجا میخوای بیای؟ بچه‌ها اینجا زندگی مدرسه دارن. یا باید مادرمو بیاره تهران یا خودم هم میام. نمیذارم تو بیای اصفهان، نه مادرتو میارم. مادرتو بیارم اینجا که بدتر جنگو مغلوبه بکنه. اگه از اون مادر زنه فهمیده بود که میونه رو میگیره من حرفی نداشتم. اما این مادر تو مثل بیشتر مادر زناست که بدتر زندگی رو به هم بریزه. اگه پاش برسه تو خونه من همه جا آتیش میزنه، خونه منو میکنه ویتنام. من همچه غلطی نمیکنم، فهمیدی؟ اینجا چی چیز آورده؟ آوردیم بزنیم تو سر هم دیگه. مگه لویسیم نداری؟ بری گمشین، این دوتا فسخلی هم دارم ما رو مسخره میکنم. بری گمشین یلا. ببین زن، تو داری به چادم از خودت دیونه میکنی. دیونه خودتی، حرف دهن تو بفهم و بزن. خیلی فایده نداره پری بابا، بریم همون کارو بکنیم. باشه بریم. من شخصی توی خیلی دیر شد، میترسم شب برسم. بیا ببینم بچه منزل آقا رحمتو بلدی؟ اولا خانم من بچه نیستم، توهین نکنی. اگه من عروسی کرده بودم، ما دخترم دو تای شما بود. بله. خب آقا ببخشید. منزل آقا رحمت شوفرو بلدی؟ بله خانم، البته که بلدم. دو تومن خدمتتون پول خورده؟ دو تومنی که ندارم، ولی پنج تومنی دارم. چه بهتر. مروت کنید. بیا. دست شما درد نکنه. الان میرم آقا رحمت خبرش می‌کنم. بیاد همین الان. واه چه ناقلا. زن تو رو خدا بس کن. آقا بفرمایید تو. آقا خواهش میکنم بیاین تو دیگه. آقا نداشتیم ما. بفرمایید. چه ایمیل داری؟ نه متشکرم. اون دو نفری که باید جلب کنم کجا هستن؟ اون بالا آقا. پاسبان؟ نکنه این بچه ها برای ما پاسبان رو بزن. ببخشید سگا، فرمایش دارین؟ والا این دوتا کوچولو از شما شکایت کردن، میگن شما اونا رو ناراحت میکنین و جلوی اونا مرتب با هم دیگه دعوا میکنین. خب بچه های عزیز، من مطیع شما هستم. اگه میخواین هر دوتاشونو میبرم کلانتری، بعدش هم زندان. زندان؟ نه آقای پاسبان، اون وقت کی برمون نون بیاره؟ کی قصد رو درست کنی؟ خب میل خودتونه، پس بهتره که این دفعه اونا رو ببخشین. ببخشیمشون؟ ما باید فکر کنیم. بیا فریبا. باشه. رفتم فکر کنم. خدا آخر قطع رو بخیر کنه. باشه این دفعه رو میبخشه بهشون، به شرطی که قول بدن دیگه با هم دعوا نکنن. وای به حالتون اگه دفعه دیگه با هم دعوا کنیم. باشه قربان، قول بده با هم دعوا نکنیم، دیگه دعوا نمیکنیم. شنیدی؟ تو هم قول بده. باشه منم قول میدم. خب پس با اجازهتون من مرخصم. متشکرم. باش تقصیر تو میکشم ات. چی؟ آقا اجازه. آقا اجازه. ببینید چی کنم. بگو دیگه. یه بگو دیگه دفعه. هیچی، میخواستم بگم تشریف داشته باشیم براتون چای بیارم. خیلی متشکرم خانم. من باید برم. به به. چشم و دلم روشن. سمت به خدا اگه تو راست گفته باشی یا من آقا رحمتو شهیدش میکنم.
همه توی دروغ گفته که این دفعه دومش باشه. حالا می بیا پولی خوردم ندارم. خب درش بده. بیا این پنجیا بسون آتیش کن. دست شما دردم. بزن به چاک بینم. اینم دشت امروزم. خوش اومدی سمد آقا. آقا گود بای. سب کن بینم کجا. همطور خوردید مرحمت زیاد. این که نشد. پولی قضاهاتون چی میشه؟ حسابتون میشه 12,500. ما پول نداشت آشغلام. حرف بلندش خانوم، من آشغلام نیستم و به من میگن داشغلام. دومندش پول ندارین سرم نمیشه. ماهی پی هست، ماهی چی پول نداری؟ نداری؟ من از شما قیدت نخواستم که نداری. غذا که خورده باید پولش رو به دبیا جلو ببینم. به توبرشونم پری استخون خرمهره. پس شما چجور زندگی میکنی؟ ما همه جا مجانی غذا خورد، مجانی سوار شد، مجانی راه رفت، مجانی کابی و مجانی هم یک دست کتکی حسابی خورد. یالا پول بده. عجب شما هستین که بر میخیزین از ینگ دنیا میان تو مملکتی ما. هم جوانای ما را خراب میکنین، هم سلمونی ما را شکست میدین. حیف که من لوتی هم گذشت دارم و الا تمامی لباساتون رو میکندم و لخت و اوربله دو میکردم تو خیابونا. برین گمشین. گود بای آشکلام. این تفلی که خودش لخت و اور هست بابا. برین گمشین. باید بیاد تو. یالا بیا جلو میدم. تک یو آشکلام. بسب کن من باید یکی مدالی پر روی به شما بدم که اومدین اینجا دستی خالی نرین مملکت دون. آجان برای چی اومده بود تو این خونه؟ چه میدونم، فرهاد و فریبا رفتن آجان آوردن. بچه‌ها رفتن آجان آوردن؟ میگه چه خبر شده؟ آخه داداش از بس این رحمت اذیتم میکنه، بچه‌هام عصبانی شده رفتن پاسبان آوردن. به دست خوش. ببین کاری شما گنده به کجا رسته است که کوچولوها رفتن برادون آجان آوردن. به به به. بقیده من خوب کاری کردن. اگه تمامی به چای دنیا یه دفعه برای بابانشون آجان بیارن، دیگه بین پدر و مادرها هیچ وقت دعوا نمیشه. اگه صد تا پاسبونم برای من و رحمت بیارن، زندگی ما درست بشو نیست. چرا درست بشو نیست؟ چرا با همین طور میکنی؟ میگه شما سگ و گدا هستین که نمیتونین با هم زندگی کنین. نه داداش من گدا نیستم، اما رحمت واقعا میکنی. نه داداش من گدا نیستم، اما رحمت واقعا سگه. اونه که منو اذیتم میکنه. آقا رحمتم که بی خود سگ میشه، لابد تو هم اذیتش میکنی. من چه اذیتی بهش میکنم؟ من شوهرمو دوست دارم، اما اونی که همیشه از من فرار میکنه. خب اون کارش فرار کردنه. اون شب و روز باید تو بیابونا دنبال نون بدوه. ولی من این نونو نمیخوام. دلم میخواد شوهرم شب و روز پیش من باشه. آخه این که نمیشه شوهر شب و روز تنگی بغلت باشه، دیگه جون و جریق براش نمونه. تو داداش منظور منو نمیفهمی. من دلم میخواد شوهرم تو شهر کار بکنه، صبح بره شب بیاد. نمیخوام چند روز بره تو بیابونا و گم و گور بشه. میدونی چرا؟ برای اینکه من به هیچ سوء زن پیدا کردم. سوء زن داری؟ یعنی رحمتی حاشیه میره؟ نم کرده زیر سر داره؟ البته صمد تیغی یه چیزایی به من گفته است، اما نمیتونم باور کنم که رحمتی همچین بشری باشه. قصه نخور آباجی. به خدا اگه بفهمم که رحمتی به تو خیونت کرده است، خودشو نم کرده شو به سل. سرد و بی اعتنامشون بده. این درزم و رفونم خیالت راحت. پس بریم پیشوازشون. بر بود سلام خانم، خیر مقدم عرض میکنم. متشکرم. آقا کی باشم؟ هم ببخشید معرفی میکنم، عتیق نژاد مشتری اینجا هست. عظیم عرض میکنم قربان. مشتری اینجا؟ یعنی ایشون قصد دارن اینجا رو بخرن؟ بله خانم، اگه موافقت بفرمایید. بله. پس تو برای همین منظور منو با عجله خواستی؟ بله خانم، چون ایشون قیمتی پیشنهاد کردن که خیال میکنم به صلاح باشه. ولی من هرگز قصد فروش اینجا را ندارم و شما بی خود منو تو زحمت انداختین. چمدون بیار بالا. بله شما بی خود منو انداختین تو زحمت. ما قصد فروش اینجا را نداریم. فهمید آقای طویل‌زاده ما اینجا را نمیفروشیم.
تو خیالت کاملا راحت باشه. تمام اسرار فیروزه خانم در اختیار منه. هر تصمیمی من بگیرم همون عملی میشه، مطمئن باش. پس هر کاری میکنی ظرف همین امروز و فردا تکلیفو یکسره کن، چون ممکنه دیگری انگوش رو معامله بذاره و کار خراب کنه. اون با من. تو خیالت راحت باشه، ما کاری میکنیم که خودش اینجا رو دو دستی تقدیمت کنه. خانم با بندگی هم ندارین؟ نه بفرمه. سلام خانم جون، خوش اومدین، خیلی دلم براتون تنگ شده بود. سلام بابا علی، حالت چطوره؟ والا خوبه، فقط از تنهایی حوصله‌ام سر میره. عوضش امشب یه مهمون برات آوردم که تنها نباشی، برو یه جای خوب برای آقا رحمت حاضر کن. اطاعت خانم، بیا تو نشونت بدم. اتاق من کجاست؟ دور بباد اینجور تو زیر زمین؟ بابا عجب قصی ساختم، ما خادم سود بچشید. بله خدا کنه بتونی شب راحت بخوابی، من که این چند شبه یه شبم خواب راحت تو چشم نرفت. چی تو؟ والا چی بگم، شب از هر گوشه این ساختمون یه صدایی میاد، اینطور که میگن اینجا جن پیدا کرده. جن داره؟ بعضی ها میگن ارواح هر شب توی این خونه به زمین گوگوب را میندازن. البته اگه دل و جرأت داشته باشی کاری به کار تو ندارم. یه بریم. مواجب با اون طرف پس گفت اینجا از ما بهترون داره ها؟ ببینم تو خودت اون جن منا رو دیدی؟ والا صداشونو شنفتم، اما نمیدونم چرا از من دوری میکنه. نمیدونی؟ اون معلومه دیگه، این قیافه که تو داری جن منا که هیچی دیوی سیویدم ازت رم میکنه. تخت خواب تو اونجاست، برو هر وقت دلت خواست بگی بخواب، انقدر حرف نزن. خیلی کم دل و جرأتی جوون، تو با این ریخت دیگه دل و جرأت برای من نگذاشتی که. این صدا از کجاست؟ بهت که گفتم صدای ارواح. این صدای ارواح چرا از اتاق خانوم میاد؟ نمیدونم، من باید پدر این روح و دردم، ارواح اون پدره، اینجا یا جای من یا جای ارواح. همین این زیمون از زمون هم تو جل میباره Ha ha ha!
چشم. نه آخه جین که ترس نداره. چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ خودش بود. این آقا بود؟ نه عکس شوهرمو میگم. ببین چه جوری داره به من نگاه. ولی این عکس که تغییری نکرده. اون الان داشت با حالت وحشتناکی به من نگاه میکرد. به نظرم شما خیالاتی شدین خانم. خودم صداشو شنیدم که میگفت این خونه رو بفروش منو از این جهنم زودتر نجات بده. روح اون الان اینجا بود، خودم دیدم جمشید. خانم راست میگه، منم دیدم. یه مرتیچه پوفیوز جردن کلفت شیکم گنده بود درست این جناب آقا. تعجب است اون روح درست مثل جناب عالی هفت ماه حامله بود. جمشید حالا فهمیدم روح شوهرم چقدر در عذابه. خواهش میکنم فردا صبح هر طور که شده معامله خونه رو با اون مرد تموم کن. نه خانم جون، شما عجله نکنید. این روح داخل آدم نیست که شما ببخشید، اون روح داخل آدم نیست که شما ازش بترسین که. نه دیگه نمیخوام بیشتر از این روح شوهرم رو در عذاب ببینم. بسیار خب خانم، فعلا اگه کمی استراحت کنین بهتره. من فردا صبح حتما این کار رو میکنم، شما خیالتون راحت باشه. پاشو بریم، پاشو بذار خانم استراحت کنم. من جام راحته، همینجا پله خانم میخوابم. پاشو بریم، نباید مزاحم خانم بشین. با اجازه شما خانم، مجبورم تنهادون بذارم، اما شما خیالتون راحت باشه. من پشت در وای میسم اگه این روح اومد همچین. ببخشید، من پشت در وای میسم اگه این روح اومد همچین تو اون روحش. بالاخره یه کاری میکنم، بفهم بریم. خب آقای خریدور، بفرمایید ببینم پول خانه تمام و کمال حاضر است؟ بله، پول حاضره. بلافاصله به خانم تقدیم میشه، ولی تکلیف قباله و اصل سند چطور میشه؟ آنها در محضر به شما تسلیم میشود، شما ناراحت نباشید. خب خانم بفرمایید امضا کنید، انشاءالله مبارک است. امیدوارم با این عمل روح شوهرم برای همیشه از عذاب و ناراحتی نجات پیدا کنه. امضا نکن فیروز خانم. این حقوقبازه میخوام خونه رو بف از چنگش در بیارم. ای شیاد حقوقباز، میخواستی با چلک خونه رو از چنگ خانم در بیاری ها؟ نامرد. و تو ای عتیق زاده بزخر، خواستی مفت و مسلم اینجا رو بخری؟ آنها جا رو بگیرم برای مردی که بنده تو فرقی. این کجا برد؟ تو هم زود دفتر باز بکنی تا اینه امضا بکنن؟ یالا دفتر من تو چار نرد بوده تو بندم تو رو بجا خانم. و شما خانم اجازه بده یکی رو بذارم تو سر این چیره میده. و شما خانم. نه نه نه، به من نزدیک نشو. سلام علیکم خانم، حالی شما چی داره؟ پس این چه بودی که دیشب تا حالا منو اذیت میکردی؟ ای حق باز، با این حرکت زشتت نزدیک بود فیروز خانمو بکشی. احمق دیوونه، باید تحویل قانونش داد تا دیگه بفهمه که نباید با سلامتی و اعصاب کسی بازی کنه. دخیل بدینش دست من تا با همین دستای خودم خفش کنم. این باعث شد که معامله به این شیرینی به همین بخوریم. خانم حرف اینا رو گوش نکنین، بی خودم به من تهمت نزنین. تموم این چلکازی سری مباشر شیکم گنده است، باور نمیکنین؟ الان دو تا مدرک بدون نشون میدم تا بفهمه زیر کاسه چه نیم کاسه ای هستش. این عکس مرحوم شوهره دونست. بله. درسته؟ این گاب نیست، اینم مرحوم شوهره دونست، منتها این ناجس با نقاشی به این شکل در آورده ازش. پدر در میدنم. گوش کنید، این مدک دوم بود. من هر چیز او ترسی جهنم نجات بده، من در عذابم. میفهمیدم؟ این صدای گاو نبودا، اینم صدای مرحوم شوهره دون بود که این ناچیز برای ترسوندن شما از حلقومش این شکلی در آورده است. فیروز خانم به این دیوونه بگین ساکت باشه، و بهتره شما هم هر چیز زودتر کار این خونه رو یکسره بکنید. بله همین کارو میکنم، البته نه فروش خونه رو، بلکه کار جناب عالی رو. از حالا دیگه حق نداره یه دقیقه توی این خونه بمونی. 10 روز بهت مهلت میدم که به تهران بیای کارا رو تحویل بدی. همین دیگه هم باهات کاری ندارم، برو گمشو بیرون. یالا بنداز دستو، این مال منه. من اینو میبرم برای والا آقا مصطفی که هر وقت اذیتم کرد وازش کنم تا صدای ناهنجار گاو مانند تو بترسه و دیگه اذیتم نکنه. یالا برو بیرون، دورو گم شد دیگه تو. ولی چشم
دلم خوشه که شوهر دارم و سایه پدر بالای سر بچه هامه، اما قربون خدا برم شوهرم شده مثل کفتر یا کریم، سالی ماه یه دفعه رنگشو نمیبینیم. عفت جون، تا خدا خدایی میکرده مردا جنسشون خورده شیشه داشته و عوض شدنی هم نیستن، اصلا فکرشو نکن خواهر. خلاصه ننه صمد، من منتظرم رحمت از اصفهان برگرده و تکلیفمو باش یه سره کنم. بذارش تو اتاق. رحمت، تو به نظر من یه آدم درست و مطمئنی هستی. اختیار داری خانم، درستی از خودت دونست. دلت میخواد از امروز پیش من کار کنی؟ اون کافی هم بهت میدم. نه خانم جون، من حوصله سر کله زدن با این اجنه های بی پدر و مادر رو آدمکش رو ندارم. دور اطراف شما پر جن و ارواح هست. ولی رحمت، تو بودی که مشت این شیادا رو باز کردی. چقدر خوشحال میشم که پیشنهاد منو قبول کنی، چون من واقعا به یه مرد مثل تو احتیاج دارم. خانم من زن دارم، قانون حمایت خانواده که اجازه نمیده دوتا. منظوری من یه چیز دیگه است. من یه زن تنهام و هیچ کس رو ندارم، از تو خواهش میکنم. فهمیدم، ببخشید. آخه به این زودی که نمیشه، باز فکر بکنم، فردا خبرش بهتون میدم. باشه، امیدوارم قبول کنن. آی دنیا رو برام سوغاتی بیاریارم. من سوغاتی نمیخوام، چیکار؟ خودتو میخوام. من میدونم چرا منو میخوای. خودم میخوام که بشقاب بزنی تو مخم، مخم داغون کنی. بگی زن دست منو کوتاه نکن. تو که نمیدونی با تو. ما رو وردشتی و بردی کاف به دیگه چه نقشه ای داری؟ از قدیم گفتن با هر کس باید با اسلحه خودش جنگی. خانم رفته شوفر گردن کلوف واسه ما استخدام کرده، ما اومدیم اینجا یکی رو گیر بیاریم از اون گردن کلوف دارم. حالا کجا شدیده تو نمیری؟ زحمتی اسرائیل را کم میکنن. فردا صبح رو پشت بونی خونشون سرش گوش تا گوش تخ میبارن. نه داش خلام، گناه داره، این دفعه رو به ما ببخشه. جونی تو غیر ممکنه است، تو که داش غلامه دو میشناسی، حرفی رو که زد وقت رد هنر. داش غلام بیا و به سیبیلای مردونت ببخشه. سلامتی یارو پیدا خواست یکش مثل آب خوردن سر بیم. آری آری گوش کنو بیچی میگه. تو نمیری به مردی، تو رو کفن کردم، تو رو کشتم. جونی هرچی مردست ولش نمی کنم، سرش مثل دسته گل میبرم میذارم جلوش. این اخلاق همین پیداش کرد، این همون کسیه که دنبالش میگشتی. آره آره خیلی خوب. داشت خوره اون حال راستاسی، میخوای سر رموزونو ببری؟ نه داشت مهمه، من نمیخوام سر رموزونو ببرم که. از چی کار میخوای بکنی؟ منظورم کفتراش است جونی شما. آه آره خب خیالمون باشه. بس که به صاحبا میان بالا سر اتاق من فرض میندازن دا آسیم کردن بعد مستبا. خب بچه ها باشین بریم یه کافه دیگه ببینیم چه خبره. بیا بینم گارسون دست نکن تو جیبه، تو بمیری بدم میاد جوره. به مرگی تو بدم میاد. آره شوخی کردم، اون در نیاری یا؟ بعد آقا داشت قلوب خوشش نمیاد کسی یه سوشه. آره میدونستم. بیا ایزم باقیش هم مال خوده. قربون دست بلنشیم، بلنشیم بریم بچه ها یه کافه دیگه. ببخشین آقا نوکرتم، قربونت برم، دست زیاد ببخشین، دردت دوست دارم آقا، معذرت میخوام، قربونت برم، شاکرتم جون، اخی حال جناب عالی، قربونت برم، حرمت زیاد نمیشتستم بشین تا بیمیری، بس که عرقش خوب بوده است همه رو مات میکنم. آمیدونم آی
پاشو به این دنبالش بوی باهاش صحبت میکنیم. نه حالا موقعش نیست. بعد چی کار کنیم آخه؟ دستمون در میره آخه، حیفه. عفت جون چیه؟ اذیتم نکن، بذار بیام بخوابم. بخوابی؟ عفت جونم اینم بالشت، برو بگیر بخواب. افولی عفت جونم آخه من بیچاره حق نداری امشب تو این اتاق بخوابی، میفهمی؟ رخت خوابت دادم که امشب هر گوری که دلت میخواد بری بگیره بچپی. اصلا ضعیفه آخه، مگه تو قهراشتی سرت نمیشه؟ من چند روز مسافرت بودم تو رو ندیدم آخه، میخوام که اگه تا صبحم پشت اون در وایسی در باز نمی کنم، میفهمی؟ افولی شب جمعه است، به من مستقی رحم بکن. آرزوی شب جمعه به دلت بمونه بهتره. خیلی بی‌انصافه. خیلی خوب باشه تا تلافیش در رفت. همچین تشنه بذارم تو خود حال بکنی. هیچ غلطی هم نمیتونی بکنی. نصر خودشون بیداری؟ نه من خوابم. آخه برات آب آوردم. من آب نخواستم. فکر میکردم بخوای. خدا جنست نمیشنسته. بیه ببینم قربون خلاف برم، میدونی که تو چقدر دوست دارم. نمرو مال شما نیست، مال باباست. حالا دیگه چی شده بابا اینقدر عزیز شدی؟ بابا سلام. سلام آجون. سلام. سلام بابا جون. سلام قربونت برم. بیا بابا دیشب چی کار کردی که مامان امروز اینقدر خوشحاله؟ خب دیگه با هم آشتی کردیم. چه جوری با هم آشتی کردیم؟ خب ما چش کردم و آشتی کردیم. خب اگه که ماما با یه ماچ انقدر خوشحال میشه، چرا هر شب ماچش نمیکنی؟ هر شب که نمیشه بابا جون. چش هر شب مامانو ماچش میکنم. مامانم قول میده هر روز صبح وسط نیمرو درست کنه. بابا جی از خواب بیدار شده. داش قلمم اومد، برم در واز کنم. داداش جون سلام. سلام. رحمتی خونه است؟ آره. اگه خونه است اومدم ببینم که این شوهر خار چه جوری میخواد سیبیلی منو دود بده. رحمت هیچ وقت همچین حرفی نزدی. شوهر نازنین من هیچ وقت همچین آدمی نیست. دهه؟ دیگه حالا شوهرت نازنین شده؟ رحمت همیشه شوهر خوبی برای من بوده. لنگی کفشش هم هیچ جا پیدا نمیشه. خیلی هم خوب. الحمدلله. پس انگار یه خبرایی بوده. ما که بخیل نیستیم آباجی. به هر حال من باید تکلیفم و مای رحمتی معلوم کنم. چه حقی دارد اینقدر پشت سر من لغز بخونه؟ من تا ادبش نکنم از این خونه نمیرم که نمیرم که نمیرم. داداش به خدا اگه دست به شوهرم بذاری هر چی دیدی از چش خودت دیدی. نفس بکشی نفسات به هم میارم. صحیح جمونم اگه یه خوردت یه وایستین باید یه دست کتک حسابیم بخوری. معلومه داداش. میدونی چیه؟ ما یه اختلاف جزئی داشتیم دیشب، الحمدلله با خوبی خوشی از بین رفت. الحمدلله تازه زن و شوهر با هم دعوا میکنن، آشتی میکنن، دعوا کنن، آشتی میکنن. تو رو سننم. منو سننه؟ پس منو سننم. خب تو رو سننم. جهت آباده دست سننم. چه شوهر خاری دارم، مثل اینکه حالا یه چیزی هم بده کار شدم. آی رحمتی من تا تو رو به سلابه نکشم و ول کنت نیستم.
قلومی تو گوسفند فقط به سلابه میچشی اما شطورو که نمیدونی که شطور به خدا بزرگتر شطورم باشی شاخده میشکنم به سر سرد سری من نذار من قرض ندارم بیمزدگی میتونی پس با این دل و جرعتت به ایتره همدیگره ببوسیم و آشتی بکنیم آره داشت خلام صورت همدیگر رو ببوسین و با هم آشتی بکنیم شما که نباید مرتب مثل سگ و گدا به هم بپرین خیلی خوب آبادی من نوکری تو هم هستم تو با شوهرت آشتی کردی؟ خاطرشو میخواستی منم به خاطری تو دیگه گدا نمیشم خیلی خوب منم به خاطر به چه یه شوهر خوب برا زنم میشم و دیگه هم سگ نمیشم با تو بودم آقا جون سلام علیکم سلام سلام آقا رحمت کجایی بابا؟ چیه نوبت هم هست؟ کوه قاف هم باشه میرم نمیخوا کوه قاف بری باید بری خونه فیروزه خانوم از صبح تا حالا ده دفعه بیشتر تلفن زده فیروزه چیکارم دارم؟ هیچی فقط به کمک تو احتیاج دارم چون تو در این مدت کوتاه کاملا به زندگی من آشنا شدی و فهمیدی چه گرگایی دور و برم میچرخن حالا ازت خواهش میکنم به خاطر خدا به خاطر کمک به یک زن تنها قبول کن که راننده من باشی قول میدم از نظر حقوقم تأمینت کنم باش مجبورم به خاطر شما بسازم به خاطر زنم بسوزم فکر میکنم اگه زنت بفهمه تو تو شهر کار میکنی خیلی خوشحال میشه چون زن هیچ وقتش نمیخواد از شوهرش دور باشه باش سریا بله خانوم از توی کمد سویچ ماشین رو بیار بده آقا رحمت چشم خانوم بیا این پول تو جیبت باشه ممکن احتیاج داشته باشه نه خانوم احتیاج ندارم من بگی. جون شما نمیخوام اگه احتیاج داشتم میسرم دیگه جون شما نمیخوام من خب حالا که گذاشتم دفتر میسونم خب اولین کاری که باید بکنی اینه که بری خیاطی و لباس منو بگیر چشم چه لباس گرون قیمتی است 500 تومن حق دوخت بله اسناد مدرک آوردی یا نه این فضولیا به تو نمیاد برو گم شو چی حرف دهنده بفهم بزن آقا گاو صدا مواظب خودت باش از امروز من راننده و همه کاره خانوم شدم فقط به خاطر اینکه پدرت تو یکی رو در بیارم چی تو راننده خانوم شدی بله هم راننده هم مچگینده روی خودت که چی روی پدرت هم به خاطر جرأت بشه بخیرش میچسبم هنوز که من نگاه میکنه برو دیگه سلام خانم ببینم این پسره راست میگفت که شما به عنوان راننده استخدامش کردین مرد زرنگ و با حقیقتیه خیلی به درد من میخوره خانم اون یه آدم لات و بیصرف ها بیشتر نیست بهتر بود برای این کار با منم مشورت میکردین گمان نمی کنم احتیاج به مشورت داشته باشه چون من خودم شخصا در هر کاری که بخوام تصمیم میگیرم و اجازه دخالت به کسی نمیدم یعنی تا این حد که اون به تحویل و تحول اسناد و مدارکم باید دخالت بکنه تقریبا فعلا رفته خیاطی لباسای منو بگیره تا حاضر بشی اونم برمیاد نمیخواد خانم بپوشیدش عجله دارم میخوام براش همینطوره خوبه چروکم نمیشه بفرمایید خانم اینم صورت درآمد محصول باغات و زراعت املاک شما ظرف 5 سال گذشته است ملاحظه میکنید که نتیجه این مدت 200,000 تومان ضرر نشون میده چی؟ غیر ممکنه من مطمئن هستم که مبلغ زیادی از این نوایت حیف و میل شده یعنی میگین ممکنه کشاورزا بالا کشیده باشن؟ نمیدونم ولی شما ناچارید به من ثابت کنید اشکالی نداره برای رفع هر گونه سوء تفاهم حاضرم به اتفاق سری به املاکتون بزنیم و همونجا به موضوع رسیدگی کنیم پیشنهاد خوبیه اگه شما نیاین من خودم به اتفاق رحمت فردا حرکت میکنم احتیاجی به رحمت نداریم من خودم شخصا رانندگی شما رو تقبل میکنم فردا ساعت 8 صبح موافقین خوبه اما نه با شما بلکه با اتومبیل خودم و به رانندگی رحمت میتونم مشتری چی سلام علیکم سلام علیکم اجازه میده بریم توش بشینیم آره بریم بشینیم بازو آره بریم زبانم برم خوشگله مالیه ایفولی سلام سلام خسته نباشی کجا بودی؟ تو که هیچ وقت این وقت روز خونه نمی اومدی یه خبر خوب برات آوردم لابد بازم خیال داری بریم مسافرت نه اومدم بهت بگم که دیگه از این به بعد پام از شهر بیرون نمیذارم که تو خوشحال باشی یعنی میشه باور کرد جون تو لاز میگم با حقوق خیلی خوب کار پیدا کردم ماشینمو یه راننده میذارم روش کار کنه دیگه هم اسمش تو جمله میخورم صبح میرم شب میام
ای داده می داد قشنگی برای خریدی بیدو که چه خوشگلم شکرم رحمت کی به شما گفت پیرم بیاره اینجا؟ بچه بابا راست میگه خودش میخواست برام بیاره جونم وای دست درد نکنیم داری کم کم نشی یه شوهر خوب چی؟ افت جون چی چی؟ باشی افت سوخت فوزون افت جون چه جون بگم این پیرن میدونم میدونم خیلی گرون خریدی راستی که چقدر با سلیقه‌ای درست اندازه منم هست آره اندازه اندازه آره اما این که مال تو نیست پس مال کیه؟ مال فیروزه خانومه است همون که قرار گذاشتم پیشش کار بکنم پیرنش رفتم از خیاطی استدم برم بهش بدم آن پس راننده یه خانم پولدار شدی خوشحالیت هم مال همینه ها؟ آره فجو مگه عیبی دارید؟ عیبی نداره خب پس بهتر هرچه زودتر بری خونه همون خانم و شب و روزم خدمتش باشی اومدم ابروشو درست کنم چشم کور کردم عفت جون گوش کن ببین چی میگم گوش کن حاضر نیستم حتی یک کلمه از حرفات گوش بدم یا همین الان از این خونه میری بیرون یا من از اینجا میرم بیرون عفت جون گوش کن اینم جامونده خانم تازه بردارو برو بیرون زود باش عفتی تو داری جونم به لبم میرسونی دیگه از این بهونه گیری های تو خسته شدم میرم از این خونه بیرون دیگه هم پا بگیری میذارم به درک تو برم برم یه دقیقه دیگه توی این خونه پای نمیرسم نه برو سلام خانم سلام لباسمو گرفتی؟ بله خانم کاش نسده بودم این لباس پدر من در آوردست برای چی؟ نکنه با خیاطه حرفت شده نه خانم کاش با خیاطه حرفم میشد با عیال دوام شدست نمیدونی سر این پیرانه بی صاحب شده ببخشید سر این پیرانه لعنتی بازنم چه جنگ و دعوایی داشتم خیال کرده بود اینو برای اون خریدم وقتی فهمید میخوام با شما کار بکنم نمیدونی چه علم شنگی را انداخت چی میگی رحمت؟ از سر پیرهن من دعواتون شد خب میخواستی بهش بدی این که قابلی نداشت چی رو پیرهن 2000 تومان رو بدم بزنم؟ اصلا کار من و زنم دیگه داره به جنگ و دعوا طلاق میکشه نه این فکرها رو نکن خواهش میکنم همین حالا برو پیرهن رو بهش بده که دعواتون بخوابه چون فردا میخواییم بریم شمال شمال؟ آره خانم من نمیتونم مسافرت بیام آخه چرا؟ من این کار قبول کردم که تو شهر کار کنم و الا میتونستم برم مثل اول تو بیابون شوفر بیابونی بشم رحمتی مسافرت 2 روز بیشتر طول نمیکشه خودت که میدونی باید تکلیفم با جمشید یکسره کنم آخه چجوری میتونم زندگیمو ول کنم را بیفتم دنبال شما بس بفهم من غیر زن و بچه و فکفامیلو بزنم رحمت من به خاطر این از تو خواهش میکنم بیای که یه انسان واقعی هستی تو در واقع راننده من نیستی بلکه ازت میخوام مثل یه برادر ازم حمایت کنی من به تو احتیاج دارم لا 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 باشه خانم ما که آب سرمون در رفته چه یک کله چه صد کله میام دنبالت متشکرم رحمت پس زودتر برو خونه و این پیرهن رو از طرف من بده زنت که خوشحال بشه منم منتظرت میمونم خلاصه نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم حالا بچه ها کجا؟ اونا رو هم دنبال خودت آورده؟ نه اونا رو گذاشتم تو خونه به صمدم گفتم بره ننشو ببره پیش بچه ها خیلی خوب برو خونه من هر کم به دنبالت نمیری تا خودم دستور بدم چیکار کنی حالیده؟ بعدم خودم میرم بچه ها رو میارم آخه اون تفلکی ها چه گناه کردن که باید یه ریز دعوای بابا ننشون رو ببینن برو به امید خدا خدا آخر عاقبتی من و این رحمتی رم بخیر کنه بچه ها چه دونست؟ چرا گریه میکنی؟ مامان کجاست؟ عفت عفت چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ گفتم مامانم کجاست؟ با شما هستم چه دونست؟ چرا گریه میکنین؟ ف...
فرها جو تو بگو مامان کجا رفته است؟ ما رو گذاشت و رفت خونه دایی قولا، گفت دیگه بر نمیگردم. خب خیالم راحت شد، قصه نخوری، الان میرم بیارمش. ببین این همون پیرنیست که برای مامان خریدم، الان میرم بهش میدم و با هم آشتی میکنیم، زودم برمیگردم. نخه فایده نداره، این پدر و مادر مام صبحشون دعواشونه. فرهاد ببینم، فرهاد همه ی بابو ننه ها همینجور با هم دعوا میکنن. نه فقط مال ما اینجور. چیه؟ یه آدم حسابی، منم فجو باز شیطون تو جلد رفته وقت اومده اینجا. بیا لباسو که میخواستی برات آوردمش. بذار بده به همون خانم مکوش مرگ ما که استخدامت کرده بپوشه. خب استخدام شدم که نون بخورم، نرفتم استخدامش هم که خانمه رو بخورم که. عفت جون بیا پایین بریم خونه، به چادر از قصه دق میکنن دار. تا داش قلوم تکلیف ما رو معلوم نکنه دیگه پامو تو اون خونه نمیذارم. داش قلوم فقط بلد تکلیف گوسفنده رو معلوم بکنه. زن از خر شیطون پیادشو بیاری سر خونه و زندگی. تا صبحم که وایسی فایده نداره، اون خودتونم بچه هات. پاش اومد افلی افلی. پاش افتاده باشه، خیلی دیر کردی. حالا که میخوام برم یکم سر و صورتی بدم، این رحمت داره برام بازی در میاره. نمیدونم چرا من همیشه از راننده بدشانسی میارم. اگه اومد حرفتونو بهش بزنی، این که وضع کار کردن نمیشه دهه. مثل این که اومد. رحمت کجا بودی؟ من خیلی وقت حاضرم. من حاضر نیستم خانم، بفهم این پیرانه دون، اینم سویچ ماشینتون، اینم پول دون، بری یه رانندگی بیارین. خداحافظ شما. صبر کن ببینم چی شده. هیچی، زنم به چهار تک و تنها تو خونه بی سرپرست و بی مادر ول کرده است رفته. متاسفم، حالا از دست من چه کاری ساخته است؟ میدونی که الان باید حرکت کنی. آخه وقتی کسی نیست به چای بی مادر من تر خوش کنه، من چجوری میتونم به کارم برسم؟ اصلا حواسم سر جاش نیست، عقل و چیزم داخل هم شده است. خب اگه موافق باشی من کاری میکنم که بچه ها تنها نباشن. چجوری؟ خودت اون مادر به چای من میشی؟ واه 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 چه خوش اشتها. این چند روزه سریا رو میفرستم خونتون تا مواظب بچه ها باشی. اینو میفرستی خونه من؟ یکی باید مواظب خود این باشه، دیگه خوراکی تو خونه من نمیمونه که. اگه دستور خانم نبود هیچ وقت این کارو قبول نمیکردم. فهمیدی آقا رحمت؟ خب پس اگه موافقی دیگه معطل نکن، زود باش بینی که سریا با بچه ها آشنا بشه. این پیرهنم میدی به خانم. دست شما درد نکنه. راستی به زحمت اون امونتی کاغذی رو لطف بکنی. امونتی؟ آها بیا بریم. بله دنیا از این پسی بلندی ها زیاد داره، فکرشو نکنین. پدر و مادر شما تنها نیستن که با هم دعوا دارن، تو هر خونه از اینجور دعوا زیاده. از من میشنوین؟ اصلا به روی مبارکتون نیارین، انگار نه انگار که این آدم هم. بله به همه تو خیلی خوش اومدین، خونه ما همینجاست. البته اگه شما توش جا بگیرین دا چیچیه خوش که دوزده است؟ خانم به این گوندگیره نمیبینین؟ سلام رو خوردین؟ سلام. سلام به چای خوبی من، خسته نباشه با. سلام آقا رحمه. وای خدا، اون آقا هم بچه شما؟ نه بابا این پدر بزرگ منه، سه ماهه به دنیا اومده اما خداوند کلکاست. این که گل رو آب میده فریبا دخترم است، اونم که جارو میکنه فرهاد پسرم است. آقا رحمه طرف رو به ما معرفی نمیکنی؟ تا چشمت کور بشه، چون من چند روزه میخوام برم مسافرت، این خانم اومدن اینجا که از بچه ها مواظبت کنن. ببخشین آقا رحمت، اومدن از بچه ها مواظبت کنن یا از شما مواظبت کنن؟ حرف مفت نزن. میزنه؟ فقط برای تر خوش کردن بچه ها اومدن. خیلی خوب، اصلا به ما چه مربوطه؟ پس دیگه لازم نیست ننه من بیاد اینجا ها؟ نه لازم نیست، فقط خود بعض وقته سری بهشون بزنه. اگه باشه. چیزی میزی خواستم براشون بخیر تا من برگردم. باشه خدا حافظ شما. خدا با سر به سر من میذاره. یالا سرای خانم، اینجا مثل خونه خودتونه، بچه ها مثل بچه های خودتونه دیگه، جون شما جون اینا. بچه ها این چند روزه دلم میخواد به خانم سرای ها مثل مامان نگاه کنین دا، ایشون خیلی بزرگ و مهربونن دا. مثل مامان؟ چه حرف خوشمزه ای. لابد نیمرو هم خوب درست میکنن.
من فقط نیمرو مادرتون دوست دارم. اینطور که میبینم ماشاءالله بچه های مظلوم و سربرایی هستن. شما برین که خانم بیشتر منتظر نمونه. من خودم میدونم چی کار کنم. پس یه سفارش نمیکنم. مبادا به چام قصه بخورن. خیالتون راحت باشه. خدافظ. 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 خب بچه ها اول بیاین خونه رو به من نشون بدین. فقط هیکل گنده کرده. خانم گشنگی خورده. رحمت. بله. عروسی کرده؟ داره ده. باز رفتی تو کلکا. پسر کمچه خانکون. خدا بهش ببخشه. زن تازش خیلی خوشگله. مخصوصا از آباجیت خیلی سره. سزای آدم دروگو این است که کلش این کله گوسپند بره تو یک چیز رو بلیز بسوزه. دوست کنم بلیز بسوزه. من خودم دیدم آقا رحمت یه زن خوشگل مردش آورده تو خونه. اینه هو کدوی پوزکنده. اگه راست بگوی بچه ها تو خونه بودن یا نبودن؟ آره آره این کم میمیره. آقا رحمت اون زن آورده تا از بچه ها مواظبت کنه. تو برو ببین اون وقت اگه دیدی من دروغ گفتم و بزنم تو سرم. اگه راست گفتم یه اسکلاس دهی بهم بده. باید حسابت رو برسم نوکه. نوکردم بزنی این دفعه دیگه نمیذارم از چنگ من فرار کنی. یالا را بیفت و حالت بکنم. اصلا آقا پا دخت بایست تو من برگردم. در خونم که وایسی. معلومه خونه که صاحب نداره بهتر از این نمیشه. خانم خونه کجا تشریف دارن؟ خانم خونه خوب تشریف دارن. باه باه عجب کسی رو بردن خونه رو بپاد. الان بهش میگم. سب کن. سه دقیقه دیگه وزش میشه سه مسکال. وای قلبم. خانوم سریم شده ها. حالا دیگه مار انداخی تو سرم. باشی ببینم. باشی با خوش برای سرتون بیارم. بدجنسا معلوم نیست چه تخم و ترکه هستن. وای قلبم خدا جون. ذلیل شده ها. بذار باباتون بیاد یه آشی واسه تون بپزم که خودتون حس کنین. پدرتونو در میارم. ای وای بچه سایی لعنتی. الان حساب جفتتون رو میرسم. دلیل شده ها. الهی که داغتون به دل پدر مادرتون بمونه. تمام گوشت تم از دست این دوتا برپنیده آب شد. الان هر دوتاتون رو میگیرم از این خونه میدازم بیرون. حالا دیگه آب رو سر من میریزین ها. اگه گیرتون بیارم میکنم. بیچار بیتو مگه اینکه من نبینم اتون. الان لباسمو عوض میکنم از این خونه میرم بیرون. یه دقیقه دیگه اینجا وای نمیسم. چه در این خونه پیش صاحب شده مثل در این کاروسراش عباسی وازه. سلام قرون تو دایی جون. سلام قرون تو. کجاست این ضعیفه که اومده تو این خونه جانشین آباجی ما شده؟ اون بالا سون بالا بالا هر جا باشه لاششه میگیرم میدازم از خونه بیرون. میگه داداشی افتی مورد است که یکی بیاد جاشه بگیره. دست این بچه ها خیسم کردن. چیست که اومده است این دوتا آبازی ما رو گرفته؟ گرفته گرفته. سلام علیکم. مشرف هر بودین. قدم دون رو تخمی چشم. شما کی هستی؟ من آقا دایی فریبا و فرهاد هستم. شما کی هستی؟ من اومدم مواظب بچه ها باشم. البته خانمم به من این دستور رو داده. خانومتون کی باشن؟ همونه که رحمت پدر این بچه ها پیشش کار میکنه. الانم رفتم مسافرت. آن حالا فهمیدم. حالا چه دونست اینقدر عصبانی هستی؟ از دست این بچه های بلا گرفته یه دقیقه نمیذارم من راحت باشم تو این خونه. من میخوام برم از این خونه. به چه ها غلط کردن؟ به گوری پدرشون خندیدن؟ میگه چی کارتون کردن خانوم؟ دیگه بلایی نبود که به سر من نیارن. از روی پشت بوم آب رو سرم میریزن. مار انداختن تو جون من. مار به جون دون انداختن؟ حالا اون مار چه جور ماری بوده؟ چه میدونم یه مار پلاستیکی بود اما من فکر کردم حقیقیه. اینقدر ترسیدم. خب عیب نداره دختر به این درشتی که نباید از یه ماری پلاستیکی بترسه. شوت کنین که ماری راست راستی به جونتون انداختن. هر چی میخواد باشه من دیگه توی این خونه نمیمونم. این خودتون اینم بچهای خواهرتون.
بریم بیرون، میخوام لباسمو عوض کنم و برم. چشم، اولا بهش فوری لباست نعوض کنی که خدا نکرده سرما نخورین. دومندش اگه قرار باشد نگذارم آبادی من بیاد تو این خونه، نمیذارم که شما اینجا تشریف داشته باشی. تا هر وقتم که دلتون خواست اینجا بمونی، اینجا هم نخواستین بمونی، بیاین خونه خودم، قدم دورو تخمی چشم، هیچ کس هم اونجا نیست. فرهاد، دایمون اون بالا چی کار داره میکنه؟ هیچی، لابد داره کلفته رو عدبش میکنه. یهو دایم خفش نکنه. نه ترس، اون فقط زورش به گوسفندا میرسه. من پشت در وای میسم، شپیرنت رو عوض کنید و بیاین تا با هم بریم پایین به چهار رو درستی عدبش میکنه. باشه. اخ جون، هیکل دارم. بفرمه خانم، ببخشی من جلو میرم، بفرمه. شیطونای بد جنس، چرا اینقدر سر به سر این خانم محترم گذاشتی؟ عجب ادبش کرد، معنی ادبم فهمیدیم. میگم چرا اینقدر سر به سر این خانم میذارین؟ آخه چرا آب رو سرشون ریختین؟ چرا مار به جونشون انداختین؟ اگه خدایی نکرده خانم زبونم لال، زبونم لال قهر کنت از اینجا برید، شما دوتا تنهایی تو این خونه چی کار میکنین؟ به هر حال من ازشون خواهش کردم چند روز دیگه اینجا باشن، شایدم همیشه باشن. خلاصه اگه به این خانوم بگون بالا چشمت ابرو اسا، جفت دونو به سلابه میکشم. خانوم شما هم بفرمایید صلوات بفرستین، شام شبم درست کنین، یه خورده آبش هم زیاد کنین، من شب شام میام خدمتتون با هم شام بخورم. مگه شما هم شب میای اینجا؟ بله، پس چی؟ همه تو شب. خدافظ. بلند شو ببین برات یک چیزی خوب خریدم اومدم. جده آبا جی، چرا داری قوره میچلونی؟ میگه قلومیت مرده. دلم برای بچه هم تنگ شد. برای بچه ها؟ پس چرا اونا رو بلشون کرده اومده اینجا؟ فقط میخواستم رحمت و سر عقل بیارم. ولی نمیدونستم که با این کارم هم خودم عذاب میدم و هم بچه هم. بسته بچه ها رو نخور، رحمتی برایشون یه کلفت آورده. چی؟ کلفت؟ آره. پیره یو جوون؟ نه بابا، پیری کفدارست، دماغشو بگیری جونش از بناگوشش در میره، لاغری و مردنی عین کوزه قلیون میمونه. ولی بچه ها رو نمیشه تنها گذاشت. آره، باید یکی از ما بریم. من که پامو تو اون خونه نمیذارم، ولی داداش تو برو. باشه، منم دلم نمیخواد برم، اما میدونی بچه ها بدونی قصه من خوابشون این بره. آفرین، باری کلا به تو دختری خوب، دای جون قربونت بشم. آفرین. خلاصه ملک خورشید سوار بر اسب بالدار شد و شبونه اومد و اومد و اومد به سراغ دختر شاه پریون. وقتی از اسب پیاده شد دید دختره تو اتاق خودش نیست، تک و تنها خوابیده. گفت آرام جانم، روح روانم. ملک خورشید که خیلی دلش میخواست برد پهلو دختر شاه پریون بگیرد بخوابه، وقتی که خاطرش جمع شد که تمام اهل قصر در خواب هستند، یواشکی از جا بلند شد و نوکی پا نوکی پا نوکی پا به طرف اتاق دختره براه افتاد. یواش یواش آسه آسه در اتاق وا کرد و فلنگ و بس. خلاصه به هر زحمتی بود ملک خورشید خودش پیش دختره رسوند و یه دفعه قلبش از دیدن لاشه دختره مثل قلب گوسفند که چشش به سلاخ بیفته هر ریخ رو همو. گفت الهی قلومی قربونی اون گوشتای بیو سخونت بشه، تو کدوم زورخونه ورزش کرده؟ فدای اون بناگوشت بشم، قربون اون لپای مثل حلود برم. آی خورم توی نصف شبی برا سر من چی کار میکنی؟ اومدم نصف شبی دوتایی با هم یه قل دو قل بازی کنیم. گلام برو تو اتاقت، بچه ها بیدار میشن خود نیست. بچه ها؟ نه بچه ها الان خوابم، خوابی ملک خورشید رو میبینن، منم اومدم به خوابی دختر شاه پریون. دایی جون دختر شاه پریون توی این اتاقه؟ پیشته گل به پده سوخته، پیش کجا رفتی؟ اگه گیره بیارم پدره رو در میارم. پیشته اه پیش اه. شما چرا بیدارین؟ دایی جون من خواب دیدم با یه خرس گنده قد این خانم دعوتون شد. نه دایی جون خرس که نبود، یه بچه گربه بود زدمش رفت. آره تو کجا بوده؟
منم از صدای گربه گنده که اومده بود بالای سر دختر شاپریون بیدار شدم. بسه اندازه قبلتون حرف بزنین. برین بگیرین بکپین تا بیام باقی قصه رو براتون بگم. میسین که داشتین باقی قصه رو برای خانم سرعیه تعریف میکردی. آره جونم، آخه اینم بچس تا من براش قصه نگم خوابش نیم بره، درسته؟ آره فریبا جون. فرها جون اجازه بدین دایی جون بقیه قصه رو برای منم بگه. آره حالا فهمیدیم. اما بهتره دایی جون بره بگیره بخوابه تا بقیه قصه رو خودم براتون بگم. بچه قصه باید بزرگ پا باشد نه کوچیک پا. اما ما میدونیم با این قصه ها چه نقشه ای براش کشیدی. بریم بگیریم بخوابه مینم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. خانده داشت نماز تموم شد؟ آره، کی بود زنگ میزه؟ دو نفر اومدن دم در با تو کار دار. اسمشون رو نگفتن؟ خیلی خوب، حالا میام. خدا یا به امیدی تو، نه به امیدی خلقی روزگار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از کرده، باش کنم. سلام علیکم، خوش اومدین. بفرمایین. آقایونا به جانی میارن. با من امری داشتین؟ والا ما یه کار مهمی با شما داریم و این کار مهم فقط از دست شما برمیاد. از دستی من برمیاد؟ خب بگو میبینم این کار شما چی هست؟ والا ما شنیدیم که شما چون خودت یه پا مردی از نامردا هیچ خوشت نمیاد. من نامرد ببینم قلیه و قرمش کردم تو بمیری. و اگه ما یه همچین نامردی رو به شما نشون بدیم که قلیه و قرمش بکنیم چجوری با ما کنار میایین؟ والا اولندش که بایستی نامردیش به من ثابت بشه، دومندش وقتی که نامردیش برا من ثابت شد اگه سنگین وزن باشه یه قیمتی داره، خروس وزن باشه یه قیمت دیگه، مگس وزنم باشه فوتش میکنم بره راه هوا. والا از نظر نامرد بودنش که مطمئن باش. اگه یه مردی چشمش به مال و ناموس یه بیوه زن باشه و بخواد از اون زن بیچاره سوء استفاده کنه، داش غلامی مرده یا نامرده؟ داش غلام چایی؟ به به چه نامردی؟ یه دقیقه معذرت میخوام، شکی ندارد که نامرده. دست شما درد نکنه چاباجی، این مردی نامرد شکی ندارد که باید قلیه و قرمه بشه. البته منظورم از قلیه و قرمه شدن این نیست که خیال بکنین میخوام بکشمشا، نه، ما آدم کش نیستیم، گاب کشیم. اما کسی هم که بخوام اذیتش بکنم کاریش میکنم که روزی 10 مرتبه شلوارشو عوض بکنه. داش بلام، ما میخواییم این مردی که دور این زنه رو خیب بکشه و بره دنبال کار زندگی. بله درسته، به جون جفت دون تو بمیری، تو بمیری، من خری مردم رو بی جهت نمی کشم و بلایی به سرش بیارم که رو نون بذاری سیک نخوره. کاری میکنم که بر نگرده پشت سرش رو. عالیه، خب ما خب همینه میخواه. عالیه، برای این کار چقدر باید ما تقدیم کنیم؟ خلاصه یه جوری با ما رفتار کنیم که دفعه دیگه هم مشتری بشیم. والا ما برای این کار 5000 تومن گذاشتیم کنار، الان تقدیمتون میکنیم قربان. بفرمید. بذار همون کنار باشه. 5000 تومن سوریه شبی منو نوچامس پدر آمرزیده. فعلا این خدمتون باشه بابت قصه اول، همین اندازه بعد از خاتمه کار تقدیم حضورتون. بله خب باشه. ببینم این نامردو کجا با استی گیرش آورد؟ راننده است، پیش این خانم کار میکنه. این عکسی کیه؟ این عکس همون خانم بیچاره است که اون راننده نامرد مزاحمش شده. بله پس یارو راننده است؟ بله. اکه منم چه دلی پرخونی از این راننده دارم. آی گفت ببینمشا معطلش نمیکنم، یه دفعه کارتیش میکنم. آه دیده، ما همین از شما میخواییم. خب، بایستی کلکین راننده رو بکنم. خانم برای سرکشی املاکش رفته نوشن، راننده هم باشه. پس ما برای خاطر این که حسابی طرف برسیم باید بریم به طرفی شمال؟ بله. به، پس خرجتون زیاد شد، برای من صرفی میکنید. فوقلاده خارج از مرکز و بعدی آب و هوا و مخارجی کنار دریارم باید بکشی روش، 5 دیگه خون بیاد. بدیم والا الان که پول همرامون نیست، ولی وقتی رفتیم شمال هر چی خواستی همونجا بهتون میدیم. اما حرف مرد یکی سا. خب ساعتی حرکتمون که همین امروز؟ بله امروز که نمیتونم، فردا صبح میریم. من الان باید برم 200 کله و پر و پاچه را اوریتش بکنم. Thank you.
دستت درد نکنه سوری جون، زندم کردی، شیرینم کردی، حال اومدم. نمیدونم این دو روزی که میخوام برم مسافرت بدونی تو چی کار کنم. میخوای منم باهات بیا؟ نه، یه ماموریت جنگی است که من میرم و دو روزه برمیگردم. ایشالله میام و با همدیگه بساط عقد و عروسی رو علمش میکنم. دیگه جونی تو و جونی بچا، دلم میخواد از مدرسه که میان حسابی تر و خشکشون. خاطر جمع باشه داشت گلام. دمی رفتنم چقدر من خجالتیم. یه چیزی ازت میخوام، روم نمیشه چی بکنم. تا چی باشه داشت گلام. خودت که صاحبی فهم و کمالی، بفهم چی میخوام. البته من توقع زیادی ندارم، اون باشه برای شب عروسی. فقط برای این که دست خالی نرم به خودت بفهم دیگه چی میخوام. چقدر خنگی. خب بیا در گوشم بگو. چرا در گوشت بگم؟ در لبت بگم عزیزم. داشتگونام بابا بابا سلام علیکم. چه عجب از این درفا داشتگونام. مگه کوری؟ اومدم خونه آبادیم یه سری به بچه ها بزنم و برم. بچه کوچیکه یا اون بچه گنده؟ خفش و فسخلی، رو تیری چراغ برق چی کار داری؟ بیا پای، بیا پای ببینم. چشم، الان میام خدمتتون. بله، سلام علیکم. میدونید بیکار بودم، نشسته بودم رو بلندی، دوربین مینداختم ببینم مردم تو خونه هاشون چیکار میکنن، یه سن و سه چی کاسب بشن. خب تو دوربینت هم چیزی دیده؟ آره دیدم، خوبش هم دیدم. مثلا کجاش دیده؟ خیلی چیزا، پر و پاچه رو ببین، آیغره کمر رو بست ببین، نازو ببین و عدا رو ببین، رد کن بیاد یه ده تومن ده بده بیاد. نیم وجه بی، حالا کارت به جایی رسته است که سوراخ دوربینه دو میندازی ترپ ما، ما رو فیلممون میکنی، برو گم شدن این خبر گذاریدن بذار. خیلی خوب باشه، باشه ما بلدیم با بچه چی بگیم، خداحافظ، مرمت عالی زیاد. آی سمه، سمه دی، بایستا ببینم. میدونستم صدا میزنی، دهورت کن بیا. بیا بیا این پنج رو بگیر و خفه شد دیگه. با به آبادیم هم نگوی که این پیر زنه برای ما میرخصیدا. به این که میرخصید پیر زن بود؟ نه اینکه خدا، برای اینکه همشیرم فکری بدی نکنه گفتم که این پیر زنه. پس خرج زیاد شد، پنج دیگه رد کن بیاد، ولی مجبورم سن سال حقیقی رو گزارش بدم و دویست تومنی از اون کاسب بشم. آی بر تموم پدرات لعنه. رد کن بیاد، معطل شو اینم بابا. بیا بده من. بیا چی بود؟ چیه؟ چیه؟ سکه مکه چیزی انداختن؟ به چیه؟ چه خبر دست اولی پیدا کردم؟ عکس این یارو پیش تو چی کار میکنه داشت کنم؟ نکنه تو هم باش سر و سری داری؟ ها؟ جونو من راست بگو. میگه تو میشناسیش؟ آره؟ این رفیق آقا رحمته. ببینم مگه تو هم باش به رفتی میکنی؟ به خدا دروغ نمیگم، این زن است که داره زندگی خواهرتو با آقا رحمتو به هم میزنه. آی صمدی جانم، اینجا دیگه موضوع قیدت ناموس است. راست میگوی یا میخوایی منو تیخ بزنی؟ به ناموس هم قسم دروغ نمیگم. ناچستو که ناموس نهاری. پس مادرم کیه؟ مرگ مادرم اگه دروغ بگم، این زنک آقا رحمتو پاک زدش کرده. دارو من میزنه بی قیدتی نامرد. پس واجب شد رحمتیو حسابی خیلی رو قرمش کنم. معلوم شد اونا راست میگفتن. اونا کی انداش خلا؟ امروز دو نفر اومدن به من پول دادن که یه نامرد رو سر جاش بیشونم. حالا فهمیدم اون نامرد شوهرخوارم رحمتیه. کسی که زن و بچهش رو ولک کنه بره دنبالی مال و ناموسی یکی دیگه نباید راحت سر جاش بیشینه، باید نابود بشه. آی صمد جانم، من همین الان میخوام برم شمال، انتقام آبادیم و بچه‌هاش و از این رحمتی بی همه چیز بگیرم و برگردم. چیه؟ اومدم. وای کنی سریا خانم، سریا خانم، یه خبر مهم به من دادن که از ترس دارم پس میفتم. چی شده؟ چون تویی و خبرم همچین مهیجه، دو تومن میگیرم تا بهت بگم.
خیلی خوب، حرفتو بزن، حق و حسابم بهت میدم. خلاصه به داشخولام گفتن که آقا رحمت با اربابش گرم گرفته، الان تو شمال خوشن. داشخولامم میخواد بره شمال حساب آقا رحمت برسه. حقش، مردی که زن و بچه‌هاشو ول کنه و بره پی خوشگذرونی باید تنبیه بشه. من پدر اون خانم کلفتشو در میارم. آخه عفت خانم جون، به حرف مردم که نمیشه اطمینان کرد. آدم باید با دود چشش ببینه. از کجا معلومه که آقا رحمت بیچاره تقصیرکار باشه؟ من تصمیم خودمو گرفتم. رحمت چه تقصیر داشته باشه، چه بی تقصیر باشه، من همین الان میرم شمال، بچه‌هاشو میندازم جلوشو میام. همین الانی. آخه تنهایی که نمیتونی کارو بکنی، همینه من. خیلی خوب، اگه دلت میسوزه تو هم با من بیا شمال. یه شمالم تیغ زدی. آقا رحمت سلام. سلام سوسن خانم. تو اومدی اینجا چیکار؟ بیچاره چیکارش کردی؟ بچه ها حالشون خوبه، ننه صمد گذاشتم پیششون. فقط اومدم بگم که باید مواظب خودت باشی. مگه چی تو شده؟ آقا رحمت، جونت در خطره، باید خودتو قایم کنی. مگه من شغلم خودم قایم کنم؟ آخه چی تو شده؟ آخه چه جوری بهت بگم؟ داش غلام برادر زن تو بعضیو پرش کردن که تو و فیروز خانم با هم رابطه دارین. اونم امروز فردا با چاقو میخواد بیاد سراغت. اول تو رو بکشه، بعدم خانومو. داشت خلا با چاقو؟ اون هزار تا چاقو بسازه یکیش دسته نداره. اما این دفعه خیلی جدیه. نه ترس سوسر خانم، یه خورده گوشتم که داری آب میشه. تو فعلا مار پیش خانم که تنها نباشه، منم برم شهر یه خورده خرت و پرت بخرم برگردم. خلاصه خیلی مواظب به خودت باشه، از من گفتم. از منم نشنیدن. نه ترس بادین جون، برم آفت نداره. برو من الان میام. سب کنی اوتوبوس بریم، سب کنی دست بریم دنبال من را بیافتی. تا صمد رو دارین از هیچ کس نترسین. بیاین دنبال من، سب کنی من از این آدرس بپرسیم. ببینم آقا، خیلی معذرت بخوام، شما مال این طرف ها هستین؟ آره، چطور نگه، فرمایشی داشتین؟ بارکلا، اسمت چیه؟ بهمم میگن آقا صمد. هم اسم منی ها، بارکلا. ببینم این ویلای فیروز خانم کجاست؟ میدونی میگن ملک و املاک فراوونی هم داره. راستش نهار نخوردم، گشتمه. اگه یه دو تومانی نقره رد بکنی بیاد بهت نشون میدم. به خیالت فقط خودت مردمو تیغ میزنی. ما نمیدونستیم تو هر شهری یه سمتقی هم هست. یه بگی یه تومانه داشته باش. بگی بابا جون، نگاش نکن. تو ببینم از اون طرف راست میری، سر قدم که رفتی بازم میری. آره. خب مانی که خودمونم بلد بودیم. ای بگو یه تومانی که من به تو دادم. بیه منه بچه، دنبالو برای بیفتیم. آن کیک میکنم همینجا باشه. مثل خودشیم. شاید همین ساختمون قشنگی باشه. شما همینجا وایسین، من برم یه سر گوشی آب بدم و الان برمیگردم. خیلی خوب، جو تو اومدم من. چون چه استخر بزرگی. خنگ خدا، این که استخر نیست، رودخونه. نه رودخونه است نه استخر، اینجا دریاست. او خدا، چرا بازه بریم لبه دریا خودو؟ آه زرین مردم، کجا میریم؟ صاحب خانه میرم. نه این جلو، غرق میشینا. خودش افت خانم اون خانمه روی صندلی لم داده، داره مجله میخونه. آره خانوش نبود؟ نه بابا، اونقدام بی حیا نیست. همینجا میشینم تا بیادش. خیلی خوب افت خانم، دیگه صلاح نیست من اینجا باشم. اگه آقا رحمت یا داشت خلان بفهمن من شما را آوردم اینجا، تیک بزرگم گوشمه. من میرم همینجا ها دور اطراف خونه گوشوای میسام، ببینم چطور میشه. خدا حافظ شما، منم از زیاد. دیدم نوشن داشت خودم. داشت خودم قبل از اینکه بریم خونه، اگه گرسنه‌تون هست یه چیزی بخوره. خوراکی موراکی چیه؟ من عجله دارم، عوضی فردا امروز اومدم که هر چی زودتر این رحمتی نامرد و قلی و قرمش کنم و برگردم. برو بریم بابا. رحمت تویی؟ من رحمت نیستم، من خودمم. شما چه فرمایشی داری؟ اومدم از رحمت دوست سرکار شکایت کنم. رحمت دوست من نیست، راننده منه. کی این غلطو کرده؟ چه میدونم؟ مردم میگن، همه عالم و دنیا میگن، همه غلط میکنن.
رحمت زن و بچه داره، زنشم خیلی دوست داره، فهمیدی؟ از رحمت چه شکایتی داری؟ رحمت با اینکه زن و بچه داره و دوست جونجونی شمام هست منو ویر نمی کنه، شب و روزم دنبال منه. حالا منو زنش هیچی، به شمام داره خیانت میکنه. مزخرف نگو زن، رحمت یه موی زنش نمیده سر تا این بیست منو بگیره. برو بیرون از اینجا. خانم شما رو به خدا رحمت زنشو دوست داری؟ بله بله قسم میخورم. متشکرم. قسم میخورین که رحمت شما رو دوست نداره؟ بله بازم قسم میخورم. زن کن ببینم شما کی هستی؟ من زن رحمتم. آی خدا ای من، پس چرا زودتر خودتو معرفی نکردی؟ خانم نمیدونیم نمیدونین چقدر ناراحت بودم. رحمت مدت هاست اخلاقش عوض شده و شب روز از زن و بچه هاش دوره. عفت خانم من تمام داستان شما رو میدونم. این ناراحتی رو خودت برای خودت درست کردی. تقصیر خودته که با بدگمانی و لج و لجبازی داری زندگی تو خراب میکنی، در حالی که رحمت شب روز زحمت میکشه فقط به خاطر تو و بچه هاش. بیا بیا بشین پهلوی من. رسیدی. خب رسیدیم. الهی با امیدی تو یا علی مدد اروسی بیس ساقه خب رفتی. بیا به نار بینم بجای خونه یه فیروز خانم اینجاست. خیلی خوب. اما جمعونم رحمت نباشه. میگه تو علم غیب داری، از کجا فهمیدی؟ حالا چون ماشین تو ویلا نیست. مهم نیست، من فقط جامکونشو بدونم دیگه، تیک توپاره کردنش با خودی منه. شایدم ماشینو برده باشه سرویس، اما خود راننده الان پلو خانم افتاده باشه. پلو خانم افتاده باشه بلندش میکنم. بیاین بریم. نه رو دنبالش نرو، من تو رو نباید هیچ کس اینجا ببینه. شما همینجا باشی، من خودم میرم ببینم اوضاع چه قراره. رحمت شب و روز تو کوه و کمرا بیابونا توی برف و سرما زحمت میکشه، توی گرما عرق میریزه به خاطر آسایش تو و بچات. اون وقت به عوض اینکه وقتی شوهرک میاد خونه با لبخند محبت و میز و نوازش خستگی رو از تنش دور کنی، بدتر با بد اخلاقی زندگی رو بهش تلخ میکنی. تازه انتظار داری زندگیتون از هم نپاشه. فیروز خانم شما نمیدونین با این حرفاتون چقدر منو خوشحال کردین. خدا از خواهر کمتون نکنه. من افتخار میکنم برای دست رحمت دارم. اون بود که دوباره زندگی رو به من بخشید و خیال من از شر اون گرگ صفت ها راحت کرد. اگه رحمت از من که یه زن تنها هستم حمایت نمیکرد، مباشر دیوونه من و دار و دستش تا حالا منو نابود کرده بودن. برای همینه که من اونو به چشمی راننده نگاه نمیکنم. رحمت برادر منه. ثابت شد چقدر نامرده؟ به این ثابت شد داشت کنم. آره متوجه شدی؟ شناختی؟ آره شناختمشون، شناختمشون که این دوتا چه نامردایی هم. یکی کمی از این دوتا نامرد پاره بکنم که خودشون هست کنم. اونا دو نفر نیستن که، رختی یه نفره. اما من اطمینون دارم که اون نامردات دو نفرن. شاید منظور داشت غلام اون خانومه هم باشه. هر چی داشت غلام بگن. مثل اینکه رحمت داری بیان داشت غلام بیتره قبل از اینکه بری طرف ساختمون حسابشو بری ساختمون. آره بهتری مقصی شمتا برو چلو ماشین شمتا. آی رحمتی مبادب اینا بلوسید باش. به به سلام داشت غلام، رستم به خیر. رستم به خیر بی رستم به خیر. زود سویچی ماشینه ده بنداز پیشی من، دور این فیروزه خانومه ده خیت بکش و گوره ده گم کن. مزدن انداز شوخی هم بی شوخی. زود بزن به چاک از اینجا برو. دیگه هم پشت سرتو نگاه نکن. بله هر چی دیدی از چیش خودی. و این دوتا جن بودادم که اینجا. احوال آقای اروا. داشت خلوم تو اینقدر بچه نبوده که گول این دوتا احمقو بخوره که. من گولی هیچ کسه نخوردم چه رسد این دوتا احمق. ببخشین دا. آقا ما شهستانه آوردی؟ آره آوردم اینجاست. اما حسرت چه باید به گور بره. بده من میگم بده من. دست ده بنداز بدونی هرچی مرده این بمیرد اینو کفن کردم تو باید قلیه و قرمه باشی. میدونی چرا؟ با
برای اینکه زن رو به چه خودت ویل کرده ای اومده ای دنبالی کیف و خوشگذرونی اکه نامرد ببخشیم دا خلاصه بهتر قبل از اینکه قیمه قاد نبشی سویچ ماشینتو بدی و زودتر گروتو گم کنی بله بایلا دشگولام تیکه تیکت تو خفش بل یا قرمش میکنم خب بکو آقا مباشری قبل از اینکه خودم بیام اون اسناد ازت بسونم خودت بده و زودتر گرده از جا گم کنه برو یست بدونی اجازه من حق نداره این کیفو از این نامرد بسونه ببخشین دا از این آقا بسونه بیا پشت سری من حالا که مردی بیا جلو وایسه سر جات داش قلومی قبل از اینکه یه کتک حساب بد بزنم خودت کیفو بسون بدش من اهه منو بزنی قلومیه بزنی دهنت آب بکش مادر نزیدست کس که بتونت قلوم کله پزه بزنه خیلی خب پس بارم ترون اول هم شیره ده طلاق بدم دوم دوم بزن تو سرت رو زمین پم بشی فقط چاقور بزن تو جیبت که یه جرم زخم زیر نشی باشه منم اول خیال داشتم بکشمت بعد بزنمت خب. اما اول میزنمت بعد میکشمت بیتره بیا بگی اینو نگرد بده نوکرت معطل نشو بگرد تا بگردم منو میزنی خیلی معطل نشو بگرد کف داخل جنبت گم شو بگرد بگرد برو بلش گم شو بگرد جنب نشو گل برو گم شو بگرد عفقش رو ده کف بستش بزنده چرا من یه نامرد قلی و قرمه کنم نامرد دلت تو پیدا نکردم بایستا بیشتر بگرد بگرد میکنشم بگرد برو پاره میشی بعد بخت مردنی خدا قرار کرد اگه دور افراد خانم ببینم به تو شغال خفت بکنم میرم دیگه پیدا نمیشه برو گم شمنا برو گم شمنا بزنی نامردی اون کیف رو برداشتم موازه این باش تو هم برگرد نامردی شماره دو یک پدری از درم که خود خط کنی ما میخوری میزنم سب کن حالا لخت بکنم که کتک به تنت نشسته بیا دنبالی من حالا اولی کاره نمینم بیا کل نمیده توی اردن کنو بایستو بایستو میکشمه جیفو کجا برده بیرم میکشمه بده من جیفو نمیدم نمیده جیفو میده یا نه نه نمیدم بله چیفا میده دارم در آسان کار این کار داری میکنی چیفا بده من نمیشم نمیدم آنا خفت بخورم میدیانا میدیانا میدم میدم ادش من رادیو چیزا برو بینم بلم کن دیگه چیکار بگیم جلو بای آخ برو جلو مینا جلو معطل نشو برو جلو بیا اینا رو یکشیم شلوارمو بدین شلوارمو بدین شلوارمو بدین چه بلایی به سرش آوردی؟ خودش میدونی؟ بله خودم میدونی آج بر سرش های خیابون ماشین خود رو میبینی؟ بله بله میبینیم اونا آجی خب حالا میخوام بینم کدومتون زودتر به ماشین میرسه خودی بندی سب کنه داش غلام سه تا سوت میزنه با سوت سوم حرکت میکنه بسیار وقتی به ماشین رسیدین سوار میشین دیگه هم پشت صد رو نگاه نکنید بله فهمیدین بدون چی گفتم بله متوجه شدین وای به اون وقتی که یه روز یه شما رو دور برای خانم ببینم به جای خود گوش به سوت داش غلام سرایا رحمت نایمه ماشینش تو باغه ولی خود چون نمیدونم کجا برو زود پیداش کن بیارش چیه؟ انگار یه دونه ولی سیاه اونجا بالا درخته ممکنه قلاق باشه قلاق؟ قلاق چه به این گندگی نمیشه؟ شاید هم پلنگست پلنگ؟ یا جدا گفته بودن شمال پلنگ پیدا میشه هفت از داشت قلامجا که پلنگ پیدا نمیشه با سوپی کردی ها شاید هم میمون باشه اوه این چیه؟ بایست هم اینا؟ ببینم میمونه اینجا کفش پاشو میکنه راست میگه این کفش مالیه بهشه است ببینم کیه اون بالا؟ آقا رحمت خانم کارت داره اومدم داشت گلم اینو به کشش پایین ببین کیه تا من برم برگرد آی کی هست اون بالا؟ یا خودت بیا پایین یا میکشمت پایین منو میگن داشت گلوم آی صاحبی کفش آقا رحمت کجایی؟ خانم کار واجبی باهات داره من با داشت غلام برادر زنم بودم اونجاست برو برش داره بیا پس داشت غلام جونم اومده داشت غلام جونم معلوم از این مدت که ما نبودیم تو خونه ما چه خبرهای شده داشت غلام جونم نه پایینم یالا بیا پای هفتی چیت نگفتم بیا
پان بیمزه داشت خودم تو سلام سلام سوری جون تو کی اومده اینجا؟ آخه وقتی فهمیدم میخوای بیای آقا رحمت رو بکشی من زودتر از تو اومدم آچی به تو گفته؟ صمد به من گفت ای ناکسی پده سوخته فلون فلون اما شده. خدا رو شکر مثل اینکه آشتی کردین بی بریم قضا بخوریم سب کن اول من اینو بیارمش پای بیا پای قلاب جا بیا پای بی همه چی کیه اون بالا؟ چه میدونم چه جونوریست؟ من جونور نیستم که من صمد جونم آی حالا میام آی صمدی توی؟ ای ناکس اینجا هم اومده تیغمون بزنی ها من کی اومده تیغ بزنم بابا حالا فهمیدم که آبادی ما به چاشم تو اینجا اومده به خدای فت خانم خودشون گفتن با من بیا تا بچه رو بزنم جلوی آقا رحمت امینه راست میگه داشت کنم این میچاره تقصیری نداره اگه این نمیومد خواهرش و بچه ها چجوری اینجا رو تنهایی پیدا میکردن بارو نکنی متشکرم رحمت محتویات این کیف برای من خیلی ارزش داره و این به خاطر فداکاریه که تو کردی دلم